نماز و روزه و اینا هم انجام میدیم، ولی اون چیزی که به عرصه عمل و جمعی در میاد انگار بعضن بوی از اسلام نبرده، یا فرسنگ ها دور از اون شعارهاییه که هممون بهش باور داریم و اجراش نمیکنیم. خب الان تلویزیون ما مثلا حدود 40 ساله، یک 24 ساعت نیست که مثلا یه روحانی رو نشون نده، یه طلبه رو نشون نده. خب اینجور باشه باید مردم همه کشت و مرده روحانیت باشن. حالا مردم های دغدغه دارن که آقا مسئولین خبر دارن ما چه میکشیم، مسئولین از فقر خبر دارن، مسئولین از بیکاری جوان ها خبر دارن. شما هیچ وقت درد این مردم، شما حد اکثر توی خبر میتونیم بخونیم یه دستور بدین که آقا مشکل برطرف شود، اون آقا هم گزارش میده مشکل برطرف شد، چون نه شما وقت داری ببینی واقعا مشکل، نه صدای مردم به شما میرسه که آقا مشکل برطرف نشد، دارن به شما دروغ میگن. و علما موسی میتونست مدینه باشه، به قول شما نهی از منکر فردی بود، خانم حجاب تو حفظ کن، آقا تو بازار دروغ نگو، پسر گوش به حرف بابات بده، دختر جان بدون نظر بابات دوست پسر پیدا نکن. چرا رسانه‌ای که رسانه ملی اسمش ملیه دیگه، ولی خود رئیس جمهوری وقت فهمون رسانه ملی، چرا باید رئیس جمهور یه مملکت خود رئیس جمهوری که به رسانه یه مملکت بگه ملی؟ این دیگه از فوش خارمادر بدتره، همین هم پخش کنین دیگه. امروز دوران نهانکاری، مخفیکاری، یواشکی، مصلحت اندیشی، مصلحت نیست مردم بدانن، اینو پخش نکنین، اینا دیگه اصلا هیچ مسموع نیست. امروز همه چی علنه، همه چی شفاف، شایعه پخش میکنن که آقای نقویان شده ضد انقلاب. حالا من خودمو بکشم که بگم آقا والا بلا من ضد انقلاب نیستم، من ضد رفت. میگه اگه نیستی چرا رسانه پخشت نمیکنه؟ تصدیدی هستی؟ ما از امیرالمومنین میگیم، بعد میگم حاج آقا ما کو، حالا تو امیرالمومنین چون چقدر مثالای اونور میزنی؟ چشم. از غربی خوبیاش میگه حاج آقا از کشورهای فسق و فجور تعریف میکنی، ما اصلا موندیم چه خاکی بر سر کنیم. بعد یه کسی بگه آقا چون بی حجابی زیاد شده بارون نمیاد، امام صادق یه حدیث داره میگه نه چون قاضی حکم ناحق میده بارون نمیاد. امروز هم ما یه امیر کبیرهایی رو فعلا خفه کردیم، نمیذاریم صداشون در بیاد، بعد میبینیم آقا کار کشور درست نمیشه. خب بیاریم اینا رو، به خدا این کشور داره. گفتن آقا قحط الرجاله، گفتم نه. گفت جهل الرجاله، گفتم نه، رد الرجاله. خدا با ما یه مثلا حساب دیگه داره، ما پسرخاله خداییم در نتیجه. سنن الهی که برقرار داره. باریکالله. در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. خدا آقاتون خدا بکشاید.